الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم در هر جای که هستین جور و صحت و سر حال و در حفظ و امان الله جل جلاله قرار داشته باشین. خوش هستم که در حلقه های درسی عقاید اسلامی بخش اسلامیات با درس جدید همراه شما قرار داریم و درس امروز ما که در رابطه با بخش اسلامیات درس 41 هست در رابطه با مواقف متعدد روز آخرت و یا حیات و زندگی بعد از مرگ ادامه داره. شک نیست بینندگان محترم که در حلقه های گذشته هم بیان کردیم که در آخرت و یا حیات و زندگی بعد از مرگ و یا یکی بعد از مرگ ما دوباره زنده میشیم در یک جهان دیگر، مواقف متعدد در پیش روی داریم و هر یک از این مواقف به صورت متفرق و پراگنده هم در آیات قرآن مجید و هم در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام ذکر شده که ایمان آوردن به هر یک از اینها جز ایمان عقیده ما به روز آخرت می باشه. پس یکی از او مواقفی که ما و شما دلائل از او را در آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام پیدا می کنیم، یکی هم موقف میزان و یا ترازوی اعمال هست. میزان و یا ترازوی اعمال، کلمه میزان چی را میگن و چی شکل داره؟ آیا میزان ترازو متعدد است و یا یکی یکی میباشه؟ وزن اعمال چگونه صورت میگیره و موقف انسان ها در رابطه با یه وزن اعمال چی میباشه؟ شک نیست که از جمله مسائل هست که آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با موقف میزان اینا برای ما شما بیان کرده. کلمه میزان شک نیست که گوش ما با او آشنا هست و یکی از ماهای شمسی ما و شما هم ماه میزان می باشه و اصل کلمه میزان از اصل کلمه وزنه گرفته شده. وزنه و در حقیقت اسم آله هست، اسم آله هست. کلمه وزنه به معنای وزن کردن یک چیز میگه و هر زمانی که ما میزان میگیم، میزان در حقیقت هم آله هست که ما یک چیز سنجش و یا وزن میکنیم و در اصطلاح ما و شما به نام ترازو نامیده میشه. ترازو اینوی کلمه میزان مرادف از او در زبان دری ما و شما ترازو می باشه و شک نیست که در هر زبان اصطلاحات خاص خدا دارند و همه ما شما با ترازو بینندگان محترم آشنا هستیم و انواع و اشکال مختلف ترازوها را ما و شما امروز در حیات و زندگی خود داریم، اگرچه در عصر زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشکال ترازو که در حقیقت همو کیل و پیمانه و یا ترازوی بود بسیار محدود بود، ولیکن ما امروز در رابطه با هر چیز تقریبا آله های داریم که او چیزها را ما توسط از او سنجش میکنیم. ما ترازوهای بسیار دقیق داریم که حتی طلا و نقره را مسقال مسقال برای ما و شما سنجش میکنه. ترازوهای بسیار بزرگ داریم که حتی کانتینرها را مورد سنجش قرار میده و ترازوهای عادی داریم در دکانها میبینیم که چیزهایی که ما روزمره میخریم و به او ضرورت داریم، پس او را مطابق آن چیزی که سنجش میشه به هایش میپردازیم و اینا در حقیقت همو ترازوهای هست که ما در حیات و زندگی دنیایی با او آشنا هستیم. ولیکن آن چیزی که اعمال انسان ترازو بکنه، کردار انسان ترازو بکنه، افعال انسان سنجش بکنه، گفتارش، کردارش، و شک نیست که در حیات و زندگی چنین ترازوی نداریم و با چنین ترازوی هم ما و شما آشنا نمی باشیم. پس به این اساس از جمله مواقف روز آخرت
یکی هم در حقیقت نمی آلهی هست که ما به نام میزان و یا ترازو یاد میکنیم و حقیقت از این میزان و یا ترازو در حقیقت سنجش کردن اینمی اعمال ما انسان ها هست. و در حقیقت میزان اگر ما نظر اندازی بکنیم بیندگان محترم، شک نیست که در رابطه با شکل و در رابطه با نوعیت از این میزان دیگه ما و شما چیز گفتن نمیتونیم، به جهت از این که ما با ترازوهای مختلف در جهان دنیای خود آشنا هستیم. پس همین قسمه که هر چیز از خود نوعیت خاص از سنجش و یا میزان و ترازو را داره. به طور مثال اگر ما بخواییم که مسافه را سنجش بکنیم به کیلومتر سنجش میکنیم، اگر بخواییم که مایعات را سنجش بکنیم به لیتر سنجشش میکنیم، اگر بخواییم که حرارت را سنجش بکنیم به سانتیگرید سنجشش میکنیم، اگر بخواییم که قوت زلزله را سنجش بکنیم به ریختر سنجشش میکنیم، کل از اینها در حقیقت حالت های هست که سنجش اشکال اشیای مختلف صورت میگیرن. پس انسان مؤمن و مسلمان به یقین کامل داشته باشه که در روز آخرت هم پروردگار عالم اینمه تو یک آله را که ما در حیات و زندگی دنیاوی خود را به نام میزان و یا ترازو یاد میکنیم، اینمه تو یک آله را در روز قیامت الله رب العزت پیدا میکنه و توسط از این آله اینمی اعمال و کردار ما انسان ها را مورد ارزیابی قرار میده که آیا اعمال و کردار و افعال از اونها سنگین هست و یا ای که سبک می باشه. بخاطر از ای که خوشبختی و سعادت انسان در سنگین بودن اعمالش و سنگین بودن ترازویش است و به عین شکل ذلت و خواری و انسان و یا مشقت و سختی هایش در سبک بودن میزان و یا ترازویش است. پس اگر میزان و ترازو سنگین بود به شک نیست که عمل ما تو ارزش داره، قیمت داره. اگر ترازوی ما سبک بود پس به این معناست که گویا عمل ما به ارزش و به قیمت است. از زمانی که ما در رابطه با دلائل وزن اعمال انسان ها در قرآن مجید نظر اندازی میکنیم بینندگان محترم، شک نیست که آیات متعدد قرآن مجید از این حقیقت ما و شما را آگاه کرده. والله رب العزت در سوره انبیاء علیهم السلام می فرمایه که و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها. روزی که ما ترازوهای دقیق عدل و انصاف مگذاریم و در رابطه با هیچ کس ظلم صورت نمیگیره و حتی به اندازه یک دانه خردل که بسیار یک دانه کوچک هم اگر باشه ما را مورد وزن قرار میدیم و حتی دقیق ترین اعمال ما را هم بدون سنجش نمیگذارد. و همچنان الله رب العزت در آیات دیگر هم از این حقیقت ما و شما را آگاه هست، از چنانچه در سوره القارعه الله رب العزت می فرمایه که فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه فامه هاویه. پس کسایی که ترازوهای اعمالشان سنگین شد فهو فی عیشه راضیه در حیات و زندگی خیلی خوش هست. و اما من خفت موازینه و اما اگر ترازوهای کسی سبک شد خفیف شد فا امه هاویه، پس در گیرنده از او در حقیقت هاویه می باشه. و همچنان در آیه دیگری الله رب العزت در سوره اعراف برای ما شما ارشاد و رهنمایی میکنه که والوزن یوم اذن الحق، والوزن یوم اذن الحق، وزن اعمال، ترازوی اعمال، ارزیابی و سنجش اعمال انسان ها در روز قیامت حق است. و بعد از در امتدادش باز الله جل جلاله می فرماید که فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون
ومن خفت موازینه فاولای کن در سوره اعراف می آیا. پس شک نیست که در حدیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم زمانی که ما مراجعه می کنیم از موقف میزان ما شما را خبر می ده و اعمال که در این میزان مورد محاسبه قرار می گیره و سنجش قرار می گیره برای ما شما برخش بیان می کنه، چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که اثقل شیء یوضع فی میزان العبد یوم القیامه خلق حسن. سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در ترازوی انسان گذاشته میشه در حقیقت اخلاق نیکویش است. و در احادیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمه هست که در زبان خیلی خفیف هست ولیکن در میزان ترازوی روز قیامت خیلی سنگین می باشه. و حتی در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که والحمد لله یملأ المیزان. و یا گفتن الحمد لله یعنی به اون کف میزان تو چی میکنی؟ پر میکنی. پس کل از این آیات و احادیث در حقیقت بیانگر از این هست که یکی از مواقفی که ما در روز قیامت داریم این در حقیقت سنجش و یا وزن اعمال ما انسان ها می باشد. خب سوال اینجا پیدا می شه بینندگان محترم که آیا در آخرت یک ترازو هست و کل اعمال تمام انسان ها در یک ترازو وزن می شه و یا ای که ما در آخرت ترازوهای متعدد داریم؟ یعنی در روز آخرت یک ترازو گذاشته میشه و به این ترازو تمام اعمال انسان و تمام اعمال همه انسان ها مورد محاسبه قرار میگیره، یا ای که برای هر انسان ترازوی جداگانه هست و یا ای که برای هر عمل ترازوی جداگانه میباشد. مثلا مثال اگر ما در حیات و زندگی خود نظر اندازی بکنیم، ما قسمی که پیشتر براتون گفتم ترازوهای متعدد داریم نگه. برای سنجش حرارت یک نوع ترازو داریم، برای سنجش مسافت نوع دیگری از ترازو داریم، برای سنجش مثلا وزن بسیار خفیف نوع دیگری ترازو داریم. پس برای هر عمل ترازوهای مستقل هست، برای هر انسان ترازوهای مستقل می باشه که در این صورت ترازوها متعدد می شه، و یا یکی یک ترازو هست و در یک ترازو تمام اعمال همه انسان ها در یک ترازو چی می شه؟ وزن می شه. و شک نیست بینندگان محترم قضیه میزان قضیه غیبی هست و آن چیزی که ما در رابطه با احوال میزان صحبت می کنیم ای در حقیقت برگرفته از آیات قرآن مجید هست. ما هیچ وقت نمیتونیم که در رابطه با میزان، در رابطه با ترازوی روز قیامت و در رابطه با ترازوهای دنیای خود قیاس بکنیم و یا یکی از پیش خود در رابطه با او چیز بگوییم. پس اگر ما در آیات قرآن مجید نظر اندازی بکنیم بینندگان محترم، صیغه میزان با جمع آمده که جمع از چی میشه؟ موازین میشه. یعنی به این معنی که بیشتر زمانی که ما در قرآن مجید مراجعه بکنیم کلمه موازین ذکر شده و موازین جمع میزان میباشه و این در حقیقت نماینگر از این هست که گویا ترازوهای متعدد وجود داره. چنانچه الله رب العزت در آیه که بیشتر هم برتان تلاوت کردم و نضع الموازین القسط، موازین جمع میزان. و آیه که در آیه سوره قارعه الله رب العزت می فرماید که فمن ثقلت موازینه، یعنی کسی که ترازوهای عملش سنگین شد، و من خفت موازینه. پس کلمه موازین در اینجا جمع ذکر شده. پس نظر به این آیات قرآن مجید، برخی علما و مفسرین بر ما میگن که در روز آخرت ترازوهای متعددی وجود داره، یعنی به این معنی که برای هر عمل انسان ترازوی مختلفه هست. اما اگر ما در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم، کلمه میزان در احادیث پیغمبر
بیشتر به صورت مفرد ذکر شده، یعنی با کلمه میزان ذکر شده بیشتر، چنانچه احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برتان خانم بینندگان محترم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اثقل شیء یوضع فی میزان العبد. کلمه میزان به اینجا مفرد هست و همچنان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه هم میفرمایند که کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. میزان در اینجا هم مفرد ذکر شده. والحمدلله یملأ المیزان، والحمدلله میزان چی میکنه؟ پر میسازه. در اینجا هم مفرد ذکر شده. پس به این اساس برخ علما به این باور هستند که گویا در آخرت تنها یک ترازو هست، یک ترازو هست. پس در این آیات ما و احادیث متبرکه، چون در برخ آیات ما شما کلمه میزان به جمع آمده و در برخ احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلمه میزان مفرد ذکر شده، پس این منجر به ایشته که تا در رابطه با تعداد ترازو در روز قیامت علما اختلاف نظر داشته باشند. برخی ها نظر به احادیث پیغمبر بگویند که یک میزان هست و برخی ها هم ایره میزان های متعدد ذکر کردند، چنانچه آیات قرآن مجید در رابطه با این بیان می‌کند. منتها برخی علما در رابطه با هر دو از این قول که ترازو در روز قیامت یکی هست و یا متعدد می باشه، باز خواستن که در رابطه با هر دوی از اینها چی بکنن؟ جمع بکنن. یعنی به این معنی که اونا میگن که در حقیقت میزان و ترازو یک میزان هست، لیکن آن چیزی که سنجش اعمال توسط از اون صورت میگیره بازو متعدد میشه، متعدد میشه. یعنی میزان و ترازو یکی هست، اما آن چیزی که اعمال در مقابل از اون سنجش میشه که ما به نام سنگ ترازو یادش میکنیم، پس او چی میباشه؟ متعدد میباشه. پس در رابطه با سنگ ترازو اونا میگن متعدد است، اما میزان یک میزان میباشه و تمام اعمال انسان ها در یک ترازو مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیره. پس قول راجعه هم علما به این برما بیان کردن که قول راجعه همی است که بین هر دو قول ما و شما بتونیم که جمع بکنیم و یه قول خوبتر هست که هم قول کسان را گفتن میزان یک میزان است و هم در بر میگیره و هم قول کسان را گفتن که میزان متعدد است و هم در بر میگیره. به این شکلی که ترازو یک ترازو هست، اما سنگ ترازویی که اعمال توسط از او مورد ارزیابی قرار میگیره و چی میباشه؟ متعدد میباشه. خب در این میزان که ما شما گفتیم که واحد سنجش یا سنگ ترازو چی هست؟ همی اعمال انسان در مقابل چی وزن میشه؟ اعمال انسان در مقابل چی چیز وزن میشه؟ یعنی به ایمانا که اگر ما در حیات و زندگی روزمره خود نظر اندازی بکنیم، به طور مثال اگر ما در یک دوکان میریم، یک سودای کار میداشته باشیم، یک ترکاری کار میداشته باشیم، به طور مثال میخواییم از دوکاندار بگیم بر ما یک سیر برنج بدیم، خب من یک سیر برنج دوکاندار چی قسم سنجش میکنه؟ شک نیست که سنگ ترازو داره یک سیره که تقریبا مساوی به 7 کیلو میشه، او را در یک طرف ترازو میمانه و بالاخره به ما اندازه برای ما برنج میکنه، طول میکنه. و یا ترازوهای دیجیتالی که ما امروز داریم عجز سنگ ترازو نیست، بلکه توسط ترازوی دیجیتالی که فقط یک پله داره در سر وصلا ترازو میمانه و برنج انداخته میره تا با وقتی که 7 کیلو برابر شد میگنه یک سیر شد. و سوال اینجا پیدا میشه که خب همی اعمال ما انسان ها در مقابل چی مورد سنجش قرار میگیره؟ به شک نیست که علما در رابطه با هم نظریات مختلف دارند. برخی ها به این نظر هستند که گویا در ترازوی اعمال انسان، اعمال نامه انسان ها، اعمال نامه های انسان ها مورد ارزیابی قرار میگیره. یعنی در یک بخش ترازو اعمال نامه سیئات و در بخش دیگرش اعمال نامه حسنات، اینا با هم طول ترازو میشن دیگه.
حسنات سنگین شد، در حقیقت نجات یافتی. و اگر حسنات سنگین نشد و بالاخره سیئاتت مثلا سنگین شد، یعنی به امارا که اعمالت بی ارزش شد و بی قیمت شد، و شک نیست که روانه جهنم میشه. برخی علما به این نظر هستند، بینندگان محترم، که آن چیزی که در این ترازوها مورد سنجش قرار میگیره خود عمل انسان است. خود عمل، یعنی خود اعمال بد و اعمال بد خودش و اعمال نیک خودش. اینجا که بود اعمال نامه بود، نه اینجا برخی به این نظر هستند خود اعمال. خب اعمال خودش چه قسم مورد سنجش قرار میگیره؟ خب شک نیست که چون در اون وقت زمان ما ترازوهای مختلف نداشتیم، بالاخره نظر به برخ از روایات ضعیفه که در رابطه با این ذکر میشه، اونا به این زعم و گمان شدن که گویا اعمال انسانها به اجسام نورانی و اجسام ظلمانی و یا تاریک تبدیل میشه، و بالاخره این اجسام نورانی و ظلمانی در حقیقت مورد سنجش قرار میگیره در دو تله ترازو. و برخی ها هم حتی به این نظر هستند که نه، اینمی انسان خودش، انسان خودش طول ترازو میشه، انسان خودش طول ترازو میشه. یعنی به این معنی که آن چیزی که انسان کرده در رابطه با اعمالش خودش مورد طول ترازو قرار میگیره. با شک نیست که در رابطه با هر یک از اینها روایات های را ذکر کردن، برخی از روایات ها ضعیف از بینندگان محترم، و ما نمیتونیم که در مسائل عقیده و در مسائل ایمان و روز آخرت در رابطه با ما و شما استناد بکنیم و حتی نظر بینمی دلایل که ما برتان گفتم. برخی گروه های کلامی موقف میزان به کلی انکار کردن، به جهت از این گناه میگن که خب دیگه اعمال ما در این دنیا همش مثلا چیزهای معنوی هست دیگه، حالا گپی که ما میزنیم چه قسم از جویشه و یک فعلی که ما انجام میتونم ما چه قسم سنجش بکنیم؟ یک چیز معنوی هست دیگه، ما آن چیزی که در طول ترازو میاریم چیزهای مادی میباشه، چیزهای معنوی را خب ما ارزیابی و سنجش کردن نمیتونیم. که در حقیقت هم گروه معتزله هست که یکی از مواقف از اونا هم در حقیقت انکار حقیقت میزان میباشن، و اونا میگن مراد از میزان در حقیقت هم عدل و انصاف الله رب العزت در رابطه با اعمال انسان ها میباشه. شک نیست بینندگان محترم که تمام از این نظریات اگر ما جمع آوری بکنیم، این نظریات در حقیقت ناشی از چی هست؟ ناشی از این هست که ما میزان روز آخرت با ترازوهای دنیای خود قیاس کنیم. و زمانی که ما در ترازوهای دنیا خود قیاس کنیم، و شک نیست که ما نتانستیم که در رابطه با میزان و یا ترازوی روز قیامت یک برداشت درست و برداشت مناسب بکنیم. از هر زمانی که ما به یقین کامل داشته باشیم که در روز قیامت ترازوی وجود داره، وزن اعمال وجود داره، اما ای که وزن اعمال چگونه صورت میگیره و چی مورد ارزیابی قرار میگیره امور غیب است که ما در رابطه با این صحبت کردن نمیتونیم، پس بهتر خوبتر عمیمی بود از این که ما از پیش خود به اصلاح نظر بر برخی روایت های ضعیف بالاخره بگیم اعمال نامه، یعنی به این مرا که ما ایتو تصور بکنیم که گویا ترازوی روز قیامت هم دو کف داره، و در یک کفش بسلا حسنات و در کف دیگه سیئات، یا ای که در حقیقت در کف اولش اعمال نامه بد ما و در کف دیگر اعمال نامه نیک ما، و یا ای که خود انسان در کف ترازو. نبینندگان محترم، موقف میزان در روز قیامت حق است، و ما میزان و ترازو را در این دنیا میشناسیم، و این به خاطر نزدیک شدن از این موقف و عقل ما میباشه. اما حقیقت از این میزان چگونه هست، وزن اعمال چگونه صورت میگیره، چگونه اعمال به این مورد ارزیابی قرار میگیره، شک نیست که چیزها دیگه بالاتر از عقل ما هست. و در آن چیزی که ما روایت قوی و صحیح نداریم، هیچ وقت ما در رابطه با این چیزا استناد کرده نمیتونیم، بلکه توقف در این قسمت به مراتب بهتر و خوبتر است از اینکه ما از پیش خود به استاد چیز بگوییم و ترازوهای آخرت و ترازوهای دنیای خود قیاس بکنیم و بالاخره چیز بگوییم که مناسب حال ترازوی آخرت نمیباشه. اما در رابطه با سنگ ترازو و یا آن چیزی که اعمال انسان در مقابل از او مورد سنجش قرار میگیره، شک نیست که یکی از نظریات را که علما از خلال آیات قرآن مجید برای ما شما استنباط کردن بینندگان محترم، یکی هم یسته که واحد سنجش و یا سنگ ترازوی اعمال انسان در روز آخرت حق عمل میباشه. حق عمل چی معنی؟
یعنی به این معنا که ما یکی عمل داریم و یکی هم حق عمل داریم. یکی نماز خواندن از بینندگان محترم، یکی حق نماز خواندن است. یکی خدمت پدر و مادر هست و یکی حق خدمت پدر و مادر. یکی در نظر گرفتن حقوق امسایه هست و یکی در حقیقت حق حقوق امسایه را مراعات کردن می باشه. پس برخور ما به این نظر هستند که آن چیزی که اعمال انسان در مقابل از او مورد ارزیابی قرار می گیره، او در حقیقت حق عمل می باشه. خب این را از کجا استنباط می کنند؟ این از آیه کریمه که در سوره اعراف است، اونا برای ما استنباط می کنند که چنانچه الله رب العزت می فرماید که والوزن یومئذین الحق، والوزن یومئذین الحق. پس در اینجا کلمه وزن بینندگان محترم دو معنا را افاده میکنه. وزن هم به معنای ترازو میآید چون مصدر هست، وزن هم به معنای ترازو و میزان میآید و وزن هم به معنای سنگ ترازو و یا آله سنجش میآید. هر دو معنا را افاده میکنه. پس برخ علما که در رابطه با میزان میگن که ترازوی میزان حق است، اونا مراد از وزن ترازو گرفتن که ترجمه یا آیت به این قسم میشه که والوزن یوم ایزن الحق، یعنی میزان و یا ترازو یوم ایزن در آن روز حق، یعنی حق است و ثابت است و درست است. اما برخی کسایی که مراد از وزن سنگ ترازو گرفتن، پس اونا میگن که والوزن یوم ایزن الحق، یعنی سنگ ترازو و یا آله سنجش اعمال انسان ها یوم ایزن الحق، یعنی چی از حق است؟ یعنی حق عمل هست، حق عمل هست. پس هر عمل انسان به حق عمل انسان مورد ارزیابی قرار میگیره. پس یکی نماز است که ما میخوانیم، یکی نماز است که شریعت بر ما گفته که حق نماز است. پس نمازهای ما به حق عمل نماز ما چی میشه؟ مورد ارزیابی قرار میگیره. خدمت پدر ما به حق خدمت پدر ما، یعنی حق خدمت پدر و مادر چیست؟ عین به این سوی است. خب تو تا چقدر توانستی که یه حق خدمت پدر و مادر انجام بدی؟ و شک نیست که اول ما در رابطه با او چی میشه؟ مورد ارزیابی قرار. پس به این خاطر است که برخی کسا گفتن که میزان متعدد میباشه، این در حقیقت چون حق هر عمل مختلف هست دیگه. حق عمل پدر و مادر از خود به اصطلاح نویت خاص داره، حق نان نماز چیز خاص هست، حق پرداخت زکات چیز هست، حق جهاد در راه الله چیز هست، کل از این حق ها در حقیقت متعدد می باشه. پس به این خاطر اینا گفتن که فمن ثقلت موازینه، یعنی حق اعمال از این اگر سنگین شد، یعنی به این معنا که این به حق عمل نزدیکتر بود، ارزشش بیشتر بود، فهو فی عیشت راضی. اما اگر به حق عمل نزدیکتر نبود، به شک نیست که عمل انسان چه میشه؟ سبک میشه و خفیف میشه. فامه هاویه. پس به احساس قول راجعه هم در حقیقت اگر انسان نظر اندازی بکنه در رابطه با این که واحد سنجش و ترازو چی می باشه، او در حقیقت همه حق عمل هست که پروردگار عالم ترازوی دقیق را در روز قیامت پیدا میکنه و همه اعمال انسان ها در مقابل حق عملش با این ترازو مورد ارزیابی قرار میگیره. اگر اعمال انسان به حق اعمال نزدیک شده رفت، به مو اندازه عمل انسان ارزش پیدا میکنه و به هر اندازه که عمل انسان از حق عمل پایین تر مان، به مو اندازه عمل انسان چی میشه؟ بی ارزش و بی قیمت میشه و ترازوی میزانش هم خفیف میشه. حکمت از وزن اعمال چی هست؟ من چرا اعمال ما وزن میشه؟ چرا الله رب العزت اعمال ما شما را سنجش میکنه؟ در قدم اول به خاطر برای زندگی عدل الله رب العزت است که تا الله جل جلاله برای ما بنده ها نشان بده که در حق هیچ انسان ظلم صورت، حتی به اندازه مثقال ذره هم ظلم صورت نمیگیره. پس در حقیقت برای زندگی عدل الله رب العزت است که در روز قیامت زمانی که جهنمی به طرف جهنم روان میشه، او به این یقین کامل بکنه که من خود بودم که به اعمال بد خود روان جهنم میشم و جنتی که به طرف جنت میره و این یقین کامل بکنه که الله رب العزت اعمال از او را چه کرده مورد ارزیابی قرار داد. پس حکمت از وزن اعمال انسان ها ای به خاطر برای زندگی عدل الله رب العزت است که در حق هیچ کسی به اندازه یک مثقال ذره ظلم صورت نمیگیره. و دوم قناعت خود انسان، یعنی به این معنی که انسان
به عمل کرد خود قناعت بکنه و به یقین بکنه که آن چیزی که امروز به سر من میایه این ناشی در حقیقت از اعمال من میباشه، یا اعمالی که ارزش و قیمت داشت و یا هم اعمالی که خفیف بود و وزن و قیمت نداشت و اعمال سبک بود. و شک نیست بینندگان محترم که موقف میزان یکی از سخت‌ترین مواقف میباشه، چنانچه در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ذکر شده که روز عایشه رضی الله تعالی عنها گریه کردن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسید که چرا گریه میکنی؟ گفت که سختی های روز قیامت گریه میکنم که آیا دو روز ما یکی دیگر خود میبینیم نمیبینیم میشناسیم نمیشناسیم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که آیا دیگر خود میبینیم میشناسیم الا در سه موقف، الا در سه موقف. یکی موقف، موقف توزیع اعمال نامه ها هست، یکی موقف، موقف میزان میباشه و موقف دیگر هم موقف صراط میباشه که از جمله سخت‌ترین مواقف در روز قیامت از بینندگان محترم که در موقف توزیع اعمال نامه ها قسمی که براتون بیان کردم چرا موقف سخت است، به جهت از اینکه انسان نمیفهمه کال اعمال نامه رو به دست چپم داده میشه و یا دست راستم و یا هم از پشت سر، به جهت از اینکه هر کدام از این حالات مختلف دارم. و به عین شکل موقف میزان هم از سخت‌ترین مواقف است که انسان بالاخره نمیدانه که آیا ترازوی میزانم از ثقیل میشه و یا خفیف میشه. از بمی خاطر است که در این مواقف اون مواقف هست که الله رب العزت در آخرین آیات سوره عبسه میفرمایه که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی. روزی که انسان از برادر خود فرار بکنه و پدر و مادر خود فرار، از فرزند و زن و اولاد خود فرار بکنه، و برای هر انسان در او روز مشغولیت هست که در اون مشغول می باشه. او مشغولیت در چی هست؟ در توزیع اعمال نامه هست. او مشغولیت در چی هست؟ در وزن اعمال هست. او مشغولیت در چی هست؟ در تشویر از پل صراط هست که آیماتیل شده می تونه و یا یکی می فتونه. پس به این خاطر موقف میزان از جمله سخت‌ترین مواقف هست که در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده. خب چه چیزها میزان و یا ترازوی ما شما را سنگین میسازه؟ شک نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخی اعمال را برای ما شما بیان کردن که این اعمال انجام دادنش در این دنیا باعث از این میشه که ترازوی میزان ما شما سنگین شوه. ترازو که سنگین شد، عمل ارزش پیدا کرد، قیمت پیدا کرد، شک نیست که نجات پیدا میکنه. باز جمله از او ابو حدیث که در ابتدا هم برتان بیان کردم که سنگین ترین چیزی که در ترازوی میزان انسان در روز قیامت گذاشته میشه خلق حسن، نه خلق حسن، حسن ما شما حسن الخلق میگه، بعد اخلاق نیکو. ببینید که اخلاق نیکو چقدر ارزش داره، چقدر ارزش داره. سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در ترازو گذاشته باشه که خیلی سنگین میباشه و در حقیقت اخلاق نیکو هست. اخلاق نیکوی با کمال تاسف امروز اکثریت در رابطه با او توجه نمیکنه. ذکر الله رب العزت کلمتان خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمه خیلی در زبان سبک ولیکن در میزان خیلی سنگین. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، واقعا در زبان خیلی خفیف است ولیکن گفتن عزی در حقیقت ترازوی میزان ما شما را سنگین میسازد. و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه که والحمد لله یملا المیزان. الحمدلله میزان چی میکنه؟ پر میکنه. و این کف میزان هم چقدر از بینندگان محترم؟ به اندازه اصلاح اتاق نه، به اندازه خانه ما نه، به اندازه مساحت افغانستان نه، به اندازه کره زمین ما نه. این پله ترازویی که الحمدلله اون رو پر میکنه به اندازه آسمان، سبحان الله، به اندازه آسمان. و شما فکر کنید بینندگان محترم که با این کلمات بسیار خفیف و مثل کلمات بسیار آسانه که ما میتونیم در زبان برانیم چقدر ما در روز قیامت میتونیم که ترازوی میزان خود ثقیل بسازیم. این بود درس ما در رابطه با موقف میزان و احوالش و آن چیزی که از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر بر ما ذکر شده بود. و الله رب العزت همه ما شما را توفیق پابندی به احکام دین نصیب فرمایه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.